عرض سپاس فراوان از سوالات مهمی که مطرح فرمودید و با عرض سلام و تقدیم ارادت بیننده ارجمند آقای محسن احمدی سوال فرموده بودند که تشریفات نماز و زمان نماز چگونه است که توضیحات مختصری دادیم، یک کمی هم منحرف شدیم از پاسخ در ساعت گذشته. همینطور آقای حسام عسکری که در مورد نماز قضا سوال کرده بودن، البته همه اینها در قرآن در جای خودش آیاتی که مربوط به اینها هست میرسیم و بهترین جواب رو قرآن به همه این سوالات میده، ولی در مورد اینکه وجود نماز قضا آیا نشان نمیده که زمان وقت معینی داره نماز، یعنی در واقع عبادت زماندار هست، منظورشون اینه، یا اینکه اصلا هیچ نوع زمانی برای نماز حاکمیت نداره. قطعا نماز مقید به زمان هست و در واقع نماز با زمان اندازه گیری میشه و با زمان معین میشه، برای اینکه ما یک نمازی داریم که نماز دائمه که باید دائم در حال اون نماز باشیم، ولی تذکار این نماز و تابع زمان باشه و با در واقع قدرت حفاظت انسان سر و کار داره، نه با تقویم نه با خورشید. یعنی بشر نوعاً 5-6 ساعت که از تجدید نمازش میگذره، از تذکر نماز میگذره و نمازم باید با تشریفات انجام بشه و چقدر خوبه که نماز تشریفات داره. حالا تشریفات رو خدا معین کرده یا آدم معین کرده، اصلا تشریفات باعث میشه که انسان توجه و تمرکز بیشتری به عبادت پیدا بکنه. همه اینها زیبایی هاست، همه اینها خوبیه. زمان داره، البته که نماز زمان داره و آدم که در روز 16 ساعت 17 ساعت بیداره، این زمانش رو باید تقسیم بکنه به 3، به 4، به 5 و بین این فاصله ها که یک منطقی هم داشته باشه، مثلا با نماز صبح رو وقتی صبح میشه بخونه، نماز عصر رو وقتی که نزدیک به پایان روز میشه بخونه، بین این دوتا یک زمان دیگه ای رو به نام نماز ظهر قائل بشه. خود هر کسی میتواند که در محیطی که زندگی میکند به صورت منطقی این 16-17 ساعتی رو که بیداره تفکیک بکنه، تقسیم بکنه و بین اینها فاصله بذاره. همینطور روزه که ما میگیریم، چطور آخه شما میتوانید که 22 ساعت اسم این رو خدا رو خدای عاقل بذارید، خدای منطقی بگذارید، اسم خودتون رو هم خدای انسان معقول بگذارید در مقابل این خدا، وقت این خدا به شما میگه 22 ساعت شما روزه بگیرید و هر روز این کار رو بکنید؟ یعنی زمانی که شما افطار میکنید 22 ساعت الان غذا نخوردید، الان افطار میکنید، 2 ساعت بعد سحری میشه، خود همین افطار 2 ساعت طول میکشه. یعنی کار شما یک ماه در ماه رمضان باید این باشه که 2 بعد از نیمه شب بیدار بشید تا 4 صبح غذا بخورید تا فردا. اسم این رو شما دین میگذارید، اسم این رو منطق میگذارید، این برای نزدیک شدن به خداست، این برای خدمت به بشریت، این دامی رو که آخوند و ملا برای ما درست کرده باید شناسایی کنید و خواب خودتون رو و زندگی خودتون رو معیار قرار بدید، نه حرکت سماوات رو، نه حرکت خورشید رو. خدا چه کاری به خورشید داره آخه؟ خدا چه نفعی داره در اینکه خورشید کی طلوع میکنه، کی غروب میکنه؟ چرا خدا بایستی که به شما بگه وقتی که خورشید بلند میشه و روشن میشه شما باید نماز بخوانید؟ این چه حسنیست که در نماز ممکنه وجود داشته باشه که در نماز ظهر وجود نداره، که در نماز شب وجود نداره؟ وقتی شب و روز شما تغییر میکنه، آیا نماز شب و روز شما هم باید تغییر بکنه یا نماز شب و روز شما باید تابع حرکت خورشید باشه؟ وقتی که شما تابع حرکت خورشید نیستید، وقتی که شما خورشید نیست در آسمان و ظهر شماست چون نهار میخورید، مفهوم نهار این است که بعد از نهار شام میخورید، مفهوم شام این است که بعد از شام میخوابید،
ما شام شما رو با خواب شما اندازه میگیریم، ما صبح شما رو با از خواب برخاستن شما اندازه میگیریم. اگر ما اینها رو رعایت بکنیم و دین خودمون رو به روز بیاریم، دین خودمون رو مطابق روز بیان بکنیم و قرآن رو از زندان خرافه و خشونت و زور و جبر و استعمار خارج بکنیم و بگوییم که ماه رمضان یا ماه غیر رمضان، عربستان، افغانستان، ایران، هر جا، اون جامعه کی از خواب برمیخیزه؟ با نیم ساعت تفاوت. صبح اون جایی که ما زندگی میکنیم کی هست؟ بانک ها چه ساعتی باز میکنند؟ آخرش باید به بانک برسیم دی. ما چطور تشخیص میدیم که 8 صبح چه زمانی است که بانک باز میکنه؟ صبح بانک شروع میشه، ولی صبح تو کی شروع میشه؟ صبح تو رابود وقتی شروع میشه که بانک ها میبندن. این لجبازی چیست که به ما یاد داده آخوند که در مقابل قرآن و در مقابل جامعه و در مقابل علم و تمدن در مقابل دنیا انجام بدیم و روز به روز بیشتر مضحکه و مسخره دست مردم جهان بشوید؟ شما در کجا هستید؟ در قطب شمال هستید؟ صبح شده. صبح که ساعت 8 صبحه، ساعت 7 صبحه. وقتی که آفتاب میدمه شما چند ساعت قبل از آفتاب نماز میخوانید؟ خب مشخصه که روز کی آغاز میشه در قطب شمال. خورشید وجود نداره، ولی روز تقویمی که وجود داره. شما میفهمید روی ساعت، روی تقویم که الان 8 صبح هست و الان آفتاب کاملا بالا آمده یا میبایستی بالا میامد. من 2 ساعت قبل از این زمان نماز میخوانم. بنابراین 6 صبح در قطب شمال 6 صبح که ساعت نشان میده نمازتونو میخونید، سحری هم همون وقت میل میکنید و به همین شرط در غروب هم که میشه افطار میکنید. آیا این عقلانیست یا اینکه ما صبح رو فقط در جایی تشخیص میدیم که در عربستان کی صبح شده؟ به تو چه مربوط است که در عربستان کی صبح شده؟ منطق این کار در چیست؟ حرکت خورشید و حرکت ما و شب و روز شدن چه ارتباطی با عبادت تو به قرآن داره؟ چه ربطی نماز تو داره با ذکر الله؟ مگر گفته نماز تو ذکر الخورشید است؟ مگر گفته در قرآن که نماز تو ذکر الماه هست، ذکر العربستان است؟ مگر چنین چیزی در قرآن آمده؟ مگر به تو نگفته نماز تو ذکر الله هست؟ تو چرا این گفته قرآن رو فراموش میکنی و گفته من و دیگران رو به یاد میاری؟ خب اگر قرآن گفته نماز تو ذکر الله هست، کی تو میتوانی ذکر الله کنی؟ وقتی خوابیدی؟ 2 بعد از نصف شب؟ یک کسی شما رو از خواب بیدار کنه بگه 3 بعد از نصف شب بلند شو ذکر الله بکن بعد بخواب؟ ما تن به این خفت ها باید بدهیم؟ یا بگوییم در اون ساعتهایی که من بیدار هستم، حالا چه قطب شمال باشم چه قطب جنوب، من 16 ساعت بیدار هستم، این روز من هست، این یوم من هست و بین اینها نماز وسطای من هست. میدانم که قبول این حرفها با این پتکه‌های خرافاتی که 1400 سال است بر مغز ما فرو آوردند بسیار مشکل است که بیاموزیم، ولی باید بیاموزیم. باید بیاموزیم. حتما نماز دارای زمان است و زمان معین دارد و حتما این زمان معین که گذشت ما باید اکنالج کنیم، ما باید اقرار کنیم، ما باید اعتراف کنیم که نماز بوده 2 ساعت پیش، به هر دلیلی که بوده ما غفلت کردیم از انجام این نماز و در واقع این اقرار و اعتراف خودمون رو به صورت یک نماز دیگر انجام میدهیم، اما این نماز ربطی به اون نماز نداره و میگوید به جای اون نماز، نماز جایی نداره، تمام شده اون زمان. هر خسارتی هم که در اثر غفلت و دوری از خدا باید وارد میشده به شما وارد شده،
اگر شما 5 ساعت که از خدا غافل میشید، فکر گناه در سر شما میاد، فکر گناه در سر شما آمده و گذشته و تمام شده، خسارت وارد شده. ولی شما باید در واقع اقرار به وقوع این خسارت کنید که از تکرارش جلوگیری بشه. نماز مربوط به زمانی است که شما خواب نیستید. روزه مربوط به زمانی است که شما خواب نیستید. روزه یعنی روز شما. نماز یعنی صبح شما، ظهر شما، عصر شما. و البته دارای زمانه. شما مثلا حکم دارید که برای انجام نماز باید وضو بگیرید. این وضو گرفتن هم چند صد هزار تا آدم رو به کشتن داد. در داستان‌ها هست، در داستان‌های تاریخی که واقعیت هم داره، مربوط به اسماعیلیه میشه، مربوط به عباسیان میشه، که شما ببینید در این شهر که وارد میشید، صبح قبل از اینکه اینها متوجه بشوند سنگر بگیرید، در گوشه و کنار پنهان بشوید، ببینید مردم این شهر چطور وضو میگیرند. اگر آب را از این طرف میریزند، به انگشت ها میریزند، از اینجا آب بیرون میاد. اینها اهل تسنن هستند و برای شیعیانی که دوست دارند سنی ها رو بکشند، مردم این شهر طعمه خوبی هستند. اگر برعکس است، کسانی که آب رو روی ساعد میریزند و از انگشت های اونها سرازیر میشه، اینها شیعه هستند. برای کسانی که عاشق کشتن شیعه هستند، مردم این شهر رو میشود به این وسیله شناسایی کرد و کشت. این دینی است که برای ما دین رو به این روز در آوردن. منظور همون وضوئی که در قرآن گفته شده. ما گاهی از اوقات در جایی هستیم که آب نیست، ولی صبح ما فرا رسیده، صبح ما فرا رسیده و ما میخواییم نماز صبح بخوانیم. اون وقت چه میکنیم؟ اما صبح نمیخوانیم؟ حتما نماز صبح میخوانیم، ولی اقرار میکنیم که برای نماز خواندن وضو لازم است. اینو اقرار میکنیم و چون ما آب نداریم وضو نمیگیریم. نه اینکه چون معتقد نیستیم که باید وضو گرفت. و به این کار، به این اقرار، به این اکنالجمنت میگویند تیمم، که ما یک آیاتی از خودمان نشان میدیم، نشانه هایی از خودمان نشان میدیم که ما تسلیم تو هستیم. خدایا امر کردیم و ما مطیع امرت هستیم، امکان اجراش نیست، ببخش ما. و الا اون خاکی که به دست میمالی نه جایی رو پاک میکنه، نه ثوابی داره، نه کسی رو به بهشت میبره نه به جهنم. فقط به شما بیدار باش میده، تذکاریست برای شما که شما به هوش بیایید، شما متوجه بشید که وضو باید گرفت برای نماز خواندن. و من نتوانستم وضو بگیرم چون آب نبود، اما اقرار میکنم، اقرار میکنم که وضو واجب است و وضو باید انجام بشود و من امکانش رو نداشتم. نماز هم همینطور، یه بایستی که در وسطا نماز خوانده میشده، من حالا یا بیهوش بودم یا خواب بودم یا در شرایطی بودم که امکان نداشت برای من نماز بخوانم، نخواندم. و این نماز نخواندن رو من اقرار میکنم و به این غفلت خودم اقرار دارم. من شخصا تصور میکنم که مگر در شرایطی که خیلی استثنایی باشه، نماز هیچ کس نبایستی که غفلت بشه. چون نماز به هیچ عنوان این حرکاتی رو که برای ما درست کردن خوبه همش، ولی میتواند افترا باشد وقتی که جبریت پیدا بکند. نماز رو میشود در حالت نشسته، در حالت خوابیده، روی تخت بیمارستان، سوار بر اسب، موقع رانندگی. اتفاقا موقع رانندگی بهترین موقع نماز خواندنه، به خصوص اگه آدم در جاده‌های خلوت باشه. در هواپیما، در جایی که آدم تنهاست، موقع نماز که میرسه حدودی است. موقع نماز، نماز هیچ ساعت قطعی نداره، اما در اون حول و حوش و حدودی که باید نماز رو خواند، غیر ممکنه که آدم اگر که بیهوش نشده باشه و داروی بیهوشی مصرف نکرده باشه نتواند که نماز بخواند. در هر حال، در هر حال دیگه بیشتر از این نمیتوانم باز کنم، در هر حال انسان میتواند که نماز بخواند.
و چون نماز متن ندارد که شما یک ربع این الفاظ رو باید بگویید تا نماز شما انجام بشود. البته بشود خیلی خوب است، همه ما یک جور نماز میخوانیم، اما اگر من در شرایطی بودم که فقط ذکر الله رو انجام میدادم، اگر گفتم خدایا من به یاد تو هستم و من میخواهم هر چقدر بیشتر از آیات تو را بخوانم و متذکر بشوم و به یاد بیاورم و تو میدانی که من راست میگویم و الان هم تا زمانی که وقت دارم، به جای غیبت کردن، به جای دروغ گفتن، به جای فکر باطل کردن، به جای اینکه 5 دقیقه نماز بخوانم، الان که در این سفر هستم 1 ساعت نماز ظهر میخوانم. هرچه از قرآن آیاتی بلد هستم که از حفظ هستم میخوانم. الان هم که تکنولوژی انقدر پیشرفت کرده، از این دستگاه های کوچکی که یک قرآن رو درش حفظ میکنه، در اتومبیلتون بگذارید، ظهر که میشه با اون گوینده نماز بخوانید، 1 ساعت با اون گوینده نماز بخوانید، با اون قاری که نماز میخوانه شما هم نماز بخوانید. هر وقتم که در نماز جماعت شرکت کردید مثل بقیه نماز بخوانید، اما هیچ موردی برای شما پیش نمیاد که نماز قضا پیش بیاد. نماز قضا من فکر میکنم که از یک غفلت بزرگ و از یک اتفاق غیر مترقبه خبر میده. حالا چه موردی داره که نماز قضا بشه؟ که برای اینکه با یه کسی صحبت میکنیم گفتیم اتومبیل که الان داره میره پشتش به قبله است، روش به قبله است، نمیدونم چیه، که اگه من بخوام نماز بخونم پشت به قبله میشم. گفتم پس بذار یک چند ساعت بگذره، نماز صبح و ظهر و شب و مغرب و همه اینها رو، وقتی که برگشت این اتومبیل دور زد، فردا نماز امروز رو بخون که رو به قبله باشی. شما اگر به مکه رفته باشید، به کعبه رفته باشید، میبینید که اونجا آدم ها با آدم ها نماز میخوانند. قبله آدم ها آدم ها هستند. و اگر این آدم ها آدم بشن و اونجا قبله رو پیدا بکنن، اون وقت میفهمن که قلب انسان قبله است. و هر جا قلب انسان رو دیدن به اونجا، به اون قبله نماز میخوانند. و بهترین قلب ها که شایسته نماز گذاشتنه قلب یتیم ها هست. اونجا که شما میرید این مکعب رو اگر در یک لحظه از ذهنتون بیرون بکنید، که الان مکعبی جلوی شما نیست، آدم ها روبروی هم قرار میگیرند، آدم ها به هم سجده میکنند، آدم ها به هم تعظیم میکنند، قبله آدم ها رو اونجا شما میبینید که قبله آدم ها آدم ها هستند. آدم به قلب آدم دیگه سجده میکنه، در مقابل عظمت انسان دیگه به خاک میفته، به خدایی سجده میکنه که در قلب اوست. مگر جز این است برای کسانی که به سفر یا حج یا زیارت یا عبادت هر چه هست به مکه رفتند، شما میدانید که آدم به آدم عبادت میکنه، به جسم آدم، به قالب آدم، نه، به خدایی سجده میکنه که در قلب آدمه. امیدوارم که این درس رو بعد از این بقیه مردم بیاموزند و وقتی برمیگردند قبله واقعی خودشون رو پیدا بکنند، که قبله کجاست. مکه وقتی میروید، کعبه وقتی زیارت میکنید، اونجا قبله خودتون رو پیدا میکنید در عمل، بدون اینکه کسی به شما بگوید، اگر تا به حال توجه کرده باشید. اگر هم باز هم قبله خودتون رو فراموش کردید و این آدم با قلب مجروحش در مقابل شما قرار گرفته، 5 روز است که آب آشامیدنی نداشته، این کودک 4 ساله‌ای که در حال مرگ است و در خاک قوطه می‌خورد و آب نجاست و فاضلاب می‌خورد، قلب این قلب خداست، تو به این قلب باید سجده کنی و حیاتی رو که خدا به این داده و در شرف هلاکته به این بازگردانی، یا بروی پشت مکعب کعبه قرار بگیری و خدا رو اونجا پیدا بکنی. این رو رها کنی و به این انفاق نکنی و حکم انفاق رو در مورد این بچه زیر پا بگذاری،
چرا؟ چون افغانیست. افغان هم خیلی بدن، پس نمیشه به این بچه کمک کرد. چرا؟ چون ما اختلاف سیاسی داریم با افغانستان. چرا؟ چون چنین است، چون چنان است. اون وقت شما این قلب رو رها میکنی که خودت دیدی در مکه. اگر ندیدی عکس هاشو نگاه کن که آدم ها به آدم ها سجده میکنند. باز هم وقتی برمیگردی از اون ساختمان مکه رو فراموش میکنی. مکه اینجاست، کعبه قلب این کودکی است که در حال مردنه، و تو اون مشرک بت‌پرستی هستی که در مقابل خانه کعبه قرار گرفتی و کور هستی و خانه کعبه رو نمیبینی و دستور انفاقی که خدا به تو داده زیر پا میگذاری و میگویی خدایا من این دستور انفاقی رو که تو به من داده ای لگدمال میکنم و ناچیز میشمارم، اما میایم اونجا که مکعب تو را ببینم، چون مؤمن هستم، چون میخوام امر تو را اطاعت بکنم. یک امر بیشتر نکردی و اون این است که به صورت توریست هر 6 ماه یه دفعه بیا اون جعبه رو اونجا تماشا کن. اما من نگفتم، من خدا نگفتم که انفاق هم کن. شوخی بوده. انفاق چیه؟ همینقدر که شما میرید مکه و سنگ سیاه رو میبینید، دستتون رو میمالید به اون سنگ سیاه و میبوسید و برمیگردید، شما حتما جاتون در بهشته. بهشتی که من حتما نمیخوام در اون بهشت باشم. من ترجیح میدم به جهنم وارد بشم و در اون بهشتی که شما میرید نباشم. بقیه محترمینی که با ما مکاتبه کردند بیشتر بنا مورد الطاف خودشون قرار دادند که اونها رو نمیخوانم، فقط از همه این عزیزان سپاسگزاری میکنم. متن آیه شماره 239 در قرآن، اتاق فرمان اگر فرصت دارید یک بار دیگر این آیه رو روی صفحه قرار بدید که در ادامه تعریف این آیه مشغول بشد. تا اتاق فرمان به این کار بپردازن، ما به ادامه توضیح درباره این آیه میپردازیم. در متن این آیه میگوید که و این خفتم فرجالن او رکبانن فعضا امنتم فذکر الله کما علمکم مالم تکونو تعلمون. چنانچه خوف بر شما مستولی شده باشد در حالی که با پای پیاده یا سوار بر اسب هستید، یا به طور کلی سواره هستید، پس چنانچه به امنیت باز آمدید، در امنیت و امان قرار گرفتید و رفع خوف شد از شما، پس متذکر به الله بشوید، ذکر الله کنید، خدا را در صلات بیاد بیاورید، انجام صلات کنید، صلاتی که مشتمل بر تذکار و یادآوری الله باشد، همان گونه که او یعنی الله شما را با آن آموخته است و تعلیم داده است و یاد داده است. آن عبادت و آن تذکار و آن صلات و آن نماز را ترتیبی که خدا به شما یاد داده است که پیش از آن هرگز از آن چیزی نمی دانستید و از آن هیچ علمی نمی داشتید. پس چنانچه نگران و ترسان بودید چه پیاده و چه سواره، صلات و حکم آن متغیر خواهد بود البته، و چون به این رسیدید و چون از خوف خارج شدید در واقع و به امنیت وارد شدید و دارای امان شدید، صلات و ذکر الله رو برپا بدارید به همان شیوهی، به همان طریقی که خدا به شما آموخته است، شیوهی که پیش از آن هرگز از آن هیچ علم و آگاهی نداشتید. در این آیه به چند نکته بی سابقه و ناگفته مواجه می شویم که مفسرین مفتری به نوعی مغایر در گذشته اون رو مدعی شده بودند و هستند که سعی می کنیم اونها رو اصلاح بکنیم. خوف و خو و واو و فه
ریشه خوف هست که به معنای ترسیدن، ترسیده شدن، نگران، وحشت زده، در مخاطره و عدم امنیت قرار گرفتن، ترساندن، ترس در دیگری ایجاد کردن، کم کردن، از بین بردن، باز گرفتن، کم کم از چیزی کاستن و برگرفتن، از کنار چیزی چیز دیگر را رو بودن و چیزی را از ارزش کاستن و کم کردن، همینطور خوف معنی کشتن و قتل در جنگ رو هم میدهد. یعنی یک نشانه ای در خوف در جنگ و در جدال و در مقاومت دیده می شود. رکبه، ریشه رکبه به معنای بالا رفتن، سوار شدن، در ارتفاع قرار گرفتن و برده شدن و حمل شدن، سوار کشتی شدن، سفر روی آب کردن، سفر و راه رفتن در یک مسیر، ارتکاب خطا. و راکب اسم فاعل این ریشه به معنای سفر کننده، بالا رونده. رکاب یعنی وسیله سواری و همینطور به معنای روی هم سوار شدن، روی هم انباشته شدن، بزرگ شدن، بالا رفتن، لایه روی لایه قرار دادن، لایه لایه شدن، لایه هایی که روی لایه های دیگه قرار میگیره، خوشه‌ای که روی خوشه های دیگه قرار بگیره، گذشتن، بالا رفتن و برخاستن و چیزهای نظیر این مفهوم از ریشه رکبه در زبان عربی است. به طوری که ملاحظه می شود تنها اشاره مستقیمی که در واژه رکبه وجود دارد اشاره به وجود صلات یا وجود نماز در زمان عدم امنیت نیست، اما در این آیه در واقع در اون زمان البته مفهوم رکبه به معنای سوار نظام یا سوار شدن بر اسب در جنگ هست، به لحاظ اینکه خوف رو در کنار رکبه قرار داده و خود خوف هم در واقع وحشت از جنگ معنی میده، به اضافه اینکه رکبه هم نوعی سواری در سوار نظام جنگی است. اما اسب در زمان ما باید به عنوان یک وسیله سفر و وسیله سواری استنباط بشه و استفاده بشه و مثل هر وسیله سواری دیگری میتواند که منظور نظر باشد. به هر حال رکبه 17 بار در 7 مشتق در قرآن به کار آمده و در زمان ما شما سوار هواپیما که باشید، سوار اسب باشید، قایق باشید، تانک باشید، توپ باشید، اینها همه شما راکب محسوب میشید. هم به این محدود نیست که اگر اسب نبود پس راکب هم نمیتواند وجود داشته باشد. راکب یعنی سوار و سوارکار، حالا سوارکار اسب باشد یا سوار بر اتومبیل یا وسایل دیگر باشد. در این آیه میگوید چنانچه خوف داشتید، خوف اشاره به نگرانی و ترس از وقوع یک امر نامطلوب و خطرناک و مضر است. به طور کلی خوف مغایر و متضاد امنیت است. یعنی جایی که خوف وجود داره امنیت وجود نداره، جایی که امنیت وجود داره خوف وجود نداره. ایمان جایی که وجود داره خوف و وحشت وجود نداره. خوف و حزن در قرآن معمولا اینها با هم میاد. خوف نگرانی نسبت به آینده است، حزن تأسف از گذشته است که آدم وقتی به گذشته خودش حسرت میخوره حزن پیدا میکنه، غصه‌دار میشه. به آینده که نگاه میکنه در مورد کاری که میخواد بکنه و نکرده یا اتفاق بدی که میفته احساس خطر میکنه از وقوع یک امری در آینده که ما نمیخواهیم اون اتفاق بیفته.
خوف داریم. مثلا پدر من مریضه، زنده است، هنوز از این دنیا نرفته، ولی در حال از دنیا رفتنه، یعنی در آینده یک اتفاق محتمل میشه به وقوع که من از وقوع اون اتفاق خوشحال نیستم و احساس وحشت میکنم، احساس دلهوره میکنم، احساس ناراحتی میکنم اگر این اتفاق بیفته. هنوز اتفاق نیفتاده، اما این اتفاق محتمل الوقوعه، به علت اینکه گفتن این پدر تو ریش اینطور شده، سرش اونطور شده، و حدس میزنه انسان به طور تقریبا یقین، اما نه همچون یقین، که این اتفاق در شرف انجام هست. خوف در زمان در این آیه اشاره به شرایطی است که جنگی هنوز نشده، درگیری میدانی به وجود نیامده، مقاتله ای نشده، محاربه ای نشده، اما شرایط طوری است که این شخص اونقدر خطر رو نزدیک میبینه که تشریفات نماز رو نمیتواند در امنیت انجام بدهد. حالا اگر ما بگوییم که نماز تشریفات نداره، که داره، میشود که تشریفات نماز رو حذف کرد، اما نماز بدون تشریفات نیست. چرا؟ برای اینکه همین کسی که الان خوف داره از اینکه امنیت او به خطر بیفته، در واقع قرآن به این میگوید که اگر فکر میکنی که این امنیت تو موقتاً به خطر میفته، صبر کن تا خطر برطرف بشه، بعد نمازت رو بخون. اما اگر که خواندن نماز و اجرای نماز از نظر زمانی شما رو خارج از محدوده قرار نماز قرار داد، مثلا الان که اینها حمله میکنن ظهر تا شب طول میکشه، یه خب شما میفهمید که نمازتون قضا شده دیگه، نماز روز رو دیگه نمیخونید شما. در این حالت البته تشریفات باید شکسته بشه و نماز قصر، یعنی نماز کوتاه، نماز بریده انجام بشه. شاید که با یاد خدا، شاید با یک آیه کوتاه قرآن نماز شما انجام بشه و تذکار، ذکر الله با یک آیه کوچکی، با یک سوره کوچکی انجام شده باشه، و بعد هم متوجه باشید برای مقاومت کردن، برای حفظ وجود خودتون. اما اگر خطر به نوعی باشه که شما تشخیص بدید که این خطر چند دقیقه طول میکشه برطرف میشه، اصلا موضوع دشمن هم نیست، فرض کنید که میگن الان تا 5 دقیقه دیگه یک باد شدیدی میوزه و 10 دقیقه بعد هم تمام میشه، خب در این حالت آدم ذکر خدا رو واقعا نمیتونه بکنه. وقتی که طوفان قراره بیاد، یه صبر کن طوفان بگذره، بعد به یاد خدا بیاد. من تصور میکنم بیشتر عبادت نماز به جای اینکه تابع تشریفات باشه، تابع امنیت درونی آدمه، تابع تمرکز آدمه. وقتی جنگ میشه، نه اینکه صرفا این جنگ باعث بشه که آدم بمیره، یا طوفان وقتی میشه طوفان ضد نماز باشه، ولی اینها حواس آدم رو پرت میکنه و اون امر تمرکز در تذکار درست انجام نمیشه، که قرآن میگه بذار اون رد بشه، وقتی که رد شد و امنیت پیدا کردی نمازت رو بخون. اما اگر امنیت حاصل نمیشه، نماز رو نمیشه رها کرد، در همون حالت بی امنیتی هم نماز خودت رو انجام بده. چه کسی فرمول اون نماز رو تعیین میکنه؟ نه ملا، تو تعیین میکنی. اجازه نداری تو به ملا بگویی برای من تکلیف معلوم کن، زمان جنگ چطور نماز بخونم. ملا از کجا میدانه؟ چه چیزی ملا میدانی که تو نمیدانی؟ مگر ملا میخواد خدا رو به یاد بیاره که ملا به تو یاد بدهد که خدا رو اینطور به یاد بیار؟ تو خدا رو به یاد میاری یا ملا خدا رو به یاد میاره؟ تو باید به طریقی عمل بکنی که تذکار به خدا بکنی، یادآور قدرت خدا بشوی، تابع خدا بشوی، تسلیم خدا بشوی، محب خدا بشوی، به خدا اطمینان کنی، در سایه قدرت خدا احساس امنیت کنی. تو باید چنین کنی یا ملا به تو بگوید که این اوراد رو بخوان، این حرفا رو بزن، دولاراز شو، این حرکات رو بکن تا امنیت پیدا بکنی؟ یعنی ما به این درجه از حقارت رسیدیم که حتی شعور نداریم که خودمون برای خودمون چگونه امنیت ایجاد بکنیم، که از یک آدم بی امنیتی باید بخواهیم که تو خود فروش بی امنیت، تو دین فروش بی دین،
و بی قرآن و بی خدا و بی کتاب تو به من بگو که من چطور یاد خدا بیفتم، چون من شعور قرآن خواندن ندارم، من از قرآن خواندن هیچ چیز نمیفهمم، ولی تو استاد نابغه جهان هستی و میفهمی که چگونه یک آدمی مثل من میتواند در اثر یادآوری خدا به امنیت برسد، پس بازا و به من یاد بده که من چطور امنیت پیدا بکنم. این مقدار خدا به تو قدرت داده، این مقدار خدا به تو معرفت و دانش داده. آیا این است؟ آیا من خدای ملا رو میخوام به یاد بیارم یا خدای قرآن رو؟ و آیا من برای یادآوری خدا، برای تذکار خدا احتیاج دارم که کسی دیگری به من بگوید خدا رو چطور به یاد بیار؟ گفتار خود خدا و حکم خدا کافی نیست؟ احتیاج به یک بنده خداست، یک بنده شرور و بیدین خدا که از او بخواهم به من یاد بده که من چطور به یاد خدا بیفتم و چطور تسلیم خدا بشم؟ ببینید ما رو به چه درجه از حقارت سقوط کردن و ساقط کردن و پایین انداختن و ما نمیفهمیم که بر ما چه گذشته، که ما برای یک امر شخصی، برای اکتساب امنیت به یک شخص دیگری مراجعه کنیم و از کتابی که در دست من و اوست بگوییم که تو این کتاب رو بخوان و به من بگو من چطور امنیت. او هم که کتاب نمیخواند، او به حدیث و داستان مراجعه میکند و به شما تکلیف میکند که چه کنید که امنیت پیدا کنید، چه کنید که خدا رو به یاد بیارید. یعنی من و تو شعور و عقل نداریم که خودمون بفهمیم چه کنیم که خدا رو به یاد بیاریم، با وجودی که قرآن گفته این قرآن کتاب خداست، کلام خداست. اگه میخوای منو به یاد بیاری کلام منو بخوان، به یاد من میفتی. باز هم ما نمیفهمیم، باز هم باید از ملای پروفسور بپرسیم که جناب ملای پروفسور شما چطور فکر میکنید؟ من که احمق و نادان هستم، قرآن رو هم که میخوانم نمیفهمم، چه کنم که خدا رو به یاد بیارم؟ اون وقت میگوید که برای اینکه خدای من رو به یاد بیاری. و خدای ملا رو که به یاد میارم، اون خدا تمام این فسخ و فجور و فجایع رو در دنیا به برپا میکنه اگه خدای اون رو به یاد بیارم. شما میخواید خدای قرآن رو به یاد بیارید، با انسان دیگه چه کار دارید؟ شما کلام رو در اختیار شما گذاشته، کتاب رو در اختیار شما گذاشته، دستور رو در اختیار شما گذاشته، عقل و شعور و منطق به شما داده، میگه کتاب رو بخون به یاد من بیفت. چه میخواهید دیگه شما؟ در این آیه میگوید چنان که خوف داشتید، خوف اشاره به نگرانی و ترس از وقوع یک امر نامطلوب و خطرناک و مضر است، به نحوی که امنیت شخص رو مورد مخاطره و تجاوز قرار میداد. به طور کلی خوف معلول علتهای گوناگونی میتواند باشد. هرچه که علت خوف بوده باشد، خوف معلول در واقع علتهایی است که از شخص سلب امنیت و سلب آرامش می کند و ایجاد ترس و وحشت و نگرانی می کند در شخص. در این آیه اشاره به خوف و عدم امنیت می کند و از واژه رجل استفاده می کند، ر، جیم و لام و همچنین رکب، چنین برمی آید که به سفر پیاده و به سفر نظام، سوار نظام در واقع اشاره میکنه. رجل به مفاهیم پیاده رفتن، راه رفتن، پای بست شدن، موجب و وسیله شیر دادن زن به نوزاد شدن، اون هم رجل از همون روش استفاده میکنند، که البته ربطی به اینجا نداره، فقط از نظر مفهوم خواستم بیان کنم. موی مجعد داشتن هم از ریشه همین رجل گرفته شده و طفلی رو با مادر خود آزاد گذاشتن همین معنی رو میده. ولی به طور کلی پیاده رفتن، آرام بخشیدن، پرداخت هزینه برای رهایی از بدهی و پیاده نظام، سرباز پیاده، همینطور انسان مذکر و رجالین، یعنی که
دو رجل یا دو مرد و هر جل یا چند پا به معنی جمع مرد است. ریشه رجله همینطور معنی عبور می‌دهد، معنی گذشتن می‌دهد و مفهوم این واژه در این عبارت اشاره به حرکت پیاده نظام است و نشان می‌دهد که یا در حالت نبرد هستند یا اینکه نبرد قریب الوقوع است و در شرف انجام است یا محتمل الوقوع است. و در واقع موضوع جنگ های میدانی یا امکان جنگ های میدانی در اینجا گفته شده و اینطور می شود تعبیر کرد که این قوانینی که در اینجا گفته میشه قوانین عبادی مربوط به دورانی است که یا در حال جنگ هستند یا امکان وقوع جنگ فراهم می شود. و در واقع به رکبه و رجله به دو مفهوم پیاده نظام و سواره نظام اشاره میکنه که اگر که تو پیاده نظام بودی یا اگر سواره نظام بودی، بعد بقیه احکام رو بیان میکنه و خوف داشتی از جنگ، که باز هم هنوز درگیر جنگ نشدی ولی آماده جنگ هستن طرفین، اون وقت در این حواس پرتی و عدم امنیت خاطر اگر فکر میکنی که به زودی این برطرف میشه و تو به امنیت میرسی و نماز رو در امنیت اجرا میکنی، اون کار رو بکن. ولی اگر میبینی که این طول میکشه و به این زودی ها برطرف نمیشه، به هر حال که هستی به ذکر خدا و پناه بردن به یکی دوتا از سوره های کوتاه قرآن یا هر جایی که از حفظ هستی، یاد خدا رو فراموش نکن، انجام بده و نماز تو قبول هست و نماز انجام شده. در متن این آیه ابتدا میگوید اگر در حال سفر پیاده یا سفر سواره و در حال جنگ سواره نظام یا جنگ پیاده نظام بودی، به طور کلی در شرایطی که در هر یک از دو حال نگرانی و عدم امنیت بر تو مستولی شده است، آنگاه عبادت تو موقتاً متوقف میشود و در واقع عبادت جدید برای تو زمانی آغاز می شود که می گوید پس از رفع خوف، پس از نیل به امنیت، به ذکر الله بپردازی. و در متن آیه می گوید که فإن خفتم، و که می ترسی در حالت ترس هستی، چه فرجالاً، چه در حال پیاده هستی، چه در حال سواره. در واقع بعد که میگوید که به ذکر الله برگرد، یعنی در این حالت ذکر الله رو متوقف کن، حواست رو به کار دفاع بپرداز. و وقتی که آمنتم، وقتی که به امنیت رسیدی و این خوف برطرف شد و امنیت وارد شد، فذکر الله، اون وقتی که ذکر خدا رو بکن و به یاد خدا بیفت. و در واقع نماز رو که در قرآن میگوید ذکر الله هست، نماز خودت رو در اون حال شروع به پرداخت دین و انجام وظیفه کن. در این آیه بدون آن که در قسمت اول به توقف برای امر عبادت یا ذکر الله اشاره کرده باشد، از سرگیری ذکر الله رو دلیل قاطع موضوع عبادت و توقف آن محسوب میکنیم. در بخش اول این آیه آمده است که بدون آن که در قسمت اول آیه اشاره‌ای به موضوع عبادت یا ذکر الله کرده باشد، در قسمت دوم این آیه به صورت قاطع میگوید که ذکر خدا را از سر بگیر. یعنی در قسمت اول آیه دستور بر این بوده که ذکر خدا را متوقف کن، مشغول دفاع شو. یعنی وقتی که ذکر الله رو بعد از وقوع امنیت از سر بگیریم، پس این به این معناست که در شرایط خوف عبارت به عبادت ذکر الله رو تعطیل و تأخیر کرده. این به این خاطر است که در بعضی از آیات قرآن شما یک مطلب رو نمی بینید، ولی این مطلب رو از عبارت بعدی یا جمله بعدی به صورت منطقی استنتاج میکنید بدون اینکه به حدیث مراجعه کنید. الان در قسمت اول این آیه به طوری که ملاحظه میکنید، در اینجا به هیچ عنوان نگفته است که شما
در حال جنگ هستید. البته در اینجا معنی این که شما در حال سوار باشید یا در حال پیاده اشاره به نوعی از جنگ میکنه، ولی به طور واضح راجع به عبادت در اینجا صحبت نشده. نوشته است که اگر در جنگ پیاده یا سوار است یا وحشت از جنگ داری، همین تمام میشه. ما چرا عنوان عبادت رو اضافه میکنیم به چیزی که در قرآن نیست؟ میتواند که سوال باشد. پاسخ این است که چون میگوید که چون به امنیت رسیدی ذکر خدا رو از سر بگیر. یعنی از چی از سر بگیری؟ یعنی شما در زمانی که خوف داشتی لابد داشتی ذکر خدا رو میکردی. خوف باعث شده که مانع ذکر خدا میشه یا ذکر خدا به تأخیر میفته. پس بنابراین بعد از اینکه به امنیت رسیدی رفع تأخیر کن و ذکر رو از سر بگیر. ما از این آیه دوم استنباط منطقی میکنیم به وجود این عبادت و ذکر الله در قسمت اول آیه، و این فرض و این حدس قریب به یقین رو در قسمت اول قرار میدیم و یک عبارت کامل بنا میکنیم که با انشای امروز، با سبک انشای امروز کاملا تطبیق بکنه. به این ترتیب و بر این اساس تعطیل یا تأخیر در مواقعی که در نماز هم تقصیر ایجاد میکنه، نماز رو کوتاه میکنه، و هم تغییر ایجاد میکنه، هم ترتیب نماز رو به هم میزنه و همه اینها رو جابجا میکنه، هم نماز رو تغییر میده، هم نماز رو تقصیر کوتاه میکنه، هم زمانش رو به هم میریزه. شما وقتی در حال جنگ هستید یه تمرکزی ندارید که یاد خدا رو بکنید. البته در حد امکان انسان باید یاد خدا باشه در همه حال، اما اگر شرایطی پیش آمد که به یاد خدا نتوانستید که باشید در امنیت خاطر و خود شما قبول نکردید که توانستید به یاد خدا بیفتید، شما باید تصمیم بگیرید، نه من، نه مولا، شما. اون وقت شما تصمیم میگیرید که بعد از اینکه به آرامش رسیدید عبادت کنید و خدا رو به یاد بیارید. به این ترتیب و با این استدلال در قسمت اول این آیه، بدون اینکه نام جنگ مستقیما برده شده باشد و بدون آنکه به موضوع در واقع توقف عبادت اشاره شده باشد، از بخش دوم آیه چنین مستفاد می شود که در بخش اول ذکر الله و عبادت و همینطور حکم توقف عبادت و تأخیر عبادت وجود داشت. موضوع دیگر این که در بخش دوم اشاره به آغاز و یا اثرگیری ذکر الله می کند که این شیوه تحول در تعدیل و در تفعیل، یعنی این که میگوید که یک کاری رو نمی کردی، این کار رو از سر بگیر، اشاره به این است که این کار در زمان قبل در حال شرف انجام بوده و به دلایل خوف متوقف شده و حالا باید از سر گرفته بشه. و این امر است که ذکر الله عبارت از عبادت و یا صلات و یا نمازی است که انجام آن مستلزم وجود شرایط امن است. طبعا اگر ذکر الله فاقد تشریفات می بود، در شرایط خوف و عدم امنیت نیز ذکر الله متوقف نمی شد و اساسا تعطیل یا تأخیر آن قابل توجیه و قبول نمی بود. این اثبات می کنه که ذکر الله یا صلات یا نماز حتما دارای تشریفاتی است که اون تشریفات یکیش هم همین وضو گرفتنه. از تجویز و توصیه انجام ذکر الله در شرایط امن دال بر وجود تشریفات در عبادت صلات است که باید در صورت امکان کاملا باید رعایت بشود. موضوع دیگری که در این آیه مطرح است مفهوم و مطلوب و شرایط هدف از عبادت است. در بسیاری از انبوه سوالاتی که دریافت میکنیم این موضوع مطرح میشود که اگر قرآن اتم و اکمل است و اگر قرآن مستقل و مستغنی از حدیث و روایات است،
متن نماز چگونه یافت می شود و در کجا یافت می شود؟ به بیان دیگر در متن سوال، نماز بدون ذکر جزئیات، بدون آن که جزئیات نماز ذکر شده باشد، در متن قرآن چنین به نظر می رسد که نماز به همین شکلی که گفته شده، به همین ترتیبی که گفته شده، بدون اینکه وارد جزئیات متن نماز بشود، قرآن نماز رو در همین حال کامل تلقی می کند. و قرآن محتاج به این نمی بیند نماز رو که برای رسیدن به کمال، قرآن نمی بیند که نماز برای کامل شدن و رسیدن به کمال محتاج به داشتن ذکر جزئیات در ارتباط با متن نماز است. قرآن چنین قضاوتی ندارد، ولی البته قضاوت ملا و قضاوت خدا در این حال تفاوت می کند. ملا معتقد است که هر چیزی زمانی کامل می شود که دارای جزئیات باشد، و نماز اگر دارای متن نباشد، علارغم آنچه خدا گفته است، خدا نمیداند، ملا میداند، علارغم آنچه خدا گفته است، نماز کامل است به همین شکلی که گفتم، بدون اینکه متن داشته باشد. متن او رو به تو واگذار کردم و توضیح هم دادم که چگونه متن او رو بسازی. هر متنی که بسازی که به ذکر الله منتهی بشود، همون متن صحیح است. اینها رو هم گفتم، اما ملا اینها رو قبول ندارد و میگوید متن رو ما باید تعیین بکنیم، در قرآن، در نماز قرار بدهیم و بر شما حکم واجب کنیم، و اگر نخوندید یا گردن شما رو بزنیم یا شلاق بزنیم. وقت نماز رو ما معین میکنیم، متن نماز رو ما معین میکنیم، جریمه نماز رو ما معین میکنیم، همه چیز رو ما معین میکنیم و مجازات نماز خواندن رو هم ما معین میکنیم. و تو کاری که میکنی از خدا اطاعت نمیکنی. خدا یک امر موهومه. من ملا، من واقعیت هستم، من اجل بارای سر تو هستم. خدا کیست؟ هم تو هم من میدانیم خدا شوخی است، ملا جدی است. تیغ خدا گردن تو رو نمیبره، تیغ ملا گردن تو رو میبره. خدا بر پیکر تو شلاق نمیزنه که چرا نماز نمیخوانی. ملا چنین میکنه. این است که کار ملا قانونسازی و کار ملا تحمیل استنباط خود به نام قانونه و خلاف کردن و دروغ گفتن و خیانت کردن و فتوا رو وسیله افترا قرار دادن و افترا رو در فتوا قرار دادن و مبارزه با وحدت، مبارزه با توحید، مبارزه با قرآن، مبارزه با خدا، محاربه با خدا، اینها کار کسانی است که در کنار قرآن یک کتاب دیگری اختراع کردند و یک دین دیگری اختراع کردند و دین حریت و دین آزادی را تبدیل به دین اسارت کردند، به دین خرافه کردند، به دین وحشت کردند و اساس پیدایش ایمان رو زیر و رو کردند، که دین اسلام بر اساس ایمان و ایمان بر اساس امنیت درونی است و بیرونی. این رو واژگون کردن، امنیت برای کسی باقی نگذاشتن، وحشت رو به جای امنیت نهادینه کردن. و نماز هم یکی از وسایل ازدیاد وحشت است. شما میدانید که در همین اسلام ساختگی حدیثی نماز وحشت وجود دارد، که هر وقتی که وحشت میکنی اون نماز رو میخوانی، وحشت تو به پایان میرسد. تو وحشت برای من ایجاد کرده ای، تو امنیت من رو از من گرفتی، تو در من خوف و وحشت و هراس ایجاد کردی. خدا مگر چنین کرده که خدا برطرف کند؟ تو کرده ای. اون وقت من با نماز وحشت خواندن رفع وحشت میکنم و به امنیت میرسم. ملاحظه بکنید که دین به کجا رفته. خدا میگوید تو با اجرای قرآن به امنیت میرسی. ملا به من میگوید که اجرای دستورات خدا را از دهان من باید بشنوی و
اگر به وحشت رسیدی، من یک نسخه ای دارم به نام نماز وحشت که از اختراعات خودم و پدرم هست و اون رو به تو تجویز میکنم و نماز وحشت رو میخونی، چند بار دور خودت میچرخی، به خودت فوت میکنی، دور خودت ادرار میکنی، بعد وحشتت برقرار میشه، بعد تمام میشه، برطرف میشه. ما باید قرآن رو رها کنیم، خدا رو رها کنیم، ایمان رو که به ما امنیت میده رها کنیم و به دام این دین بیفتیم، به دام این نماز وحشت بیفتیم. کار ملا ایجاد وحشت در من است. به دروغ میگوید که تو نماز وحشت بخوان که وحشت تو برطرف شود. نماز وحشت بیشتر در من وحشت ایجاد میکند با این رمل و استرلاب و این کارهای جادوگریه کسافتی که شما ها انجام میدهید و اینها رو به نام خدا، به نام قرآن انجام میدهید. در بسیاری از سوالاتی که دریافت میکنم از من میپرسند که اگر دین اسلام کامل است، اگر قرآن کامل است، چرا متن نماز کامل نیست؟ یعنی نبودن جزئیات در متن نماز رو عدم کمال نماز تلقی میکنند و این هم تلقین ملایان است در آنها. به بیان دیگر در متن سوال، نماز بدون ذکر جزئیات متن نماز کامل به نظر نمی رسد، بنابراین به وسیله حدیث رفع این نسیقه نقیصه می شود، در حالی که قرآن متن نماز رو اضافه بر سوره جمعه در این آیه هم بیان کرده و صلات و عبادت به عنوان ذکر الله نام برده و به آن اشاره کرده که انجام آن نیازمند امنیت خاطر و تمرکز در احساس انسان برای یادآوری و برای تذکار خدا و نام خداست و همینطور کلام خدا. ذکر به معنای یادآوری و در واقع به خاطر آوردن مشخصات و شرایط و صفات و خواص یک شیء یا یک موضوع است. موضوع دیگر هدف و منطق یادآوری و تذکار است. خود تذکار یعنی یاد آوردن، اما این فقط وسیله است. یاد بیاوریم که چه کنیم. یه نماز ذکر الله است. خیلی خوب فهمیدم، ذکر الله یعنی این که ما خدا رو به یاد بیاریم. حالا خدا رو یا از تخیل یا از قرآن یا از نوشته ها یا از هر چی خدا رو به یاد آوردم، حالا چه باید بکنم؟ تمام میشه؟ یعنی قرآن، یعنی نماز عبارت از این است که من خدا رو که یادم رفته به یاد بیارم، حالا به هر شکلی. اون وقتی خدا رو به یاد آوردم عبادت من به کمال میرسه. بسیاری از افراد شیطان رو به یاد میارن، فکر میکنن خدا رو به یاد آوردن. تکلیف اونها چیست؟ خدا رو ما کجا باید پیدا بکنیم؟ چه خدایی رو باید به یاد بیاریم؟ این ذکر الله که قرآن میگوید ذکر الله بگو، این الله رو کجا پیدا کنم؟ به ملا مراجعه بکنم و بگویم الله کجاست؟ من میخوام یاد الله بیفتم، میخوام ذکر الله کنم، تو الله رو به من نشان بده. خب شیطان رو نشان میده، من نشان داده. و همه این شیطان پرستان غافل و نادانی که در دنیا هستند، عملا شیطان پرست هستند ولی در اثر سفاهت و نادانی فکر میکنن خدا پرست هستند. چه کسی اینها رو شیطان پرست کرده؟ خدا؟ قرآن؟ یا تعلیمات غلط؟ و تعلیمات غلط رو چه کسی به ما میدهد؟ شما در تمام جنایات و در تمام فجایعی که در دنیا می شود محال ممتنع است، محال ممکن است که جای پای ملا رو در تمام جنایات سیاسی و اقتصادی و اخلاقی دنیا نبینید. چنین چیزی غیر ممکن است. اون وقت من خدا رو کجا پیدا بکنم؟ در کیف پول ملا؟ یا در سر پرشهوت ملا؟ خدا رو کجا پیدا کنم؟ حالا اگر هم پیدا کردم اون وقت چه بکنم با این خدایی که پیدا کردم؟ پس دو موضوع در اینجا مهم است در مورد ذکر الله، در مورد صلات. یکی این که آیا این خدایی که ما به یاد می آوریم واقعا خداست یا شیطان است؟
چه موقع ما میفهمیم که این چیزی رو که به یاد آوردیم خدای خداست یا شیطانی است که در جای خدا به ما معرفی شده؟ محلی که ما دنبال خدا میگردیم حاکم بر این امر است. یعنی ما اگر که خدا رو در قرآن جستجو کنیم و کلام خدا رو در قرآن پیدا بکنیم، اشتباه نمی کنیم، شیطان پرست نمی شویم و به خدای قرآن می رسیم. و ذکر الله، ذکر اللهی است که در قرآن آمده. اما ما اگر خارج قرآن دنبال ذکر الله بگردیم، ذکر اللهی رو خواهیم گفت که لباس باطل بر حق پوشیده و شیطانی است که لباس الله پوشیده. و کار ملا معرفی شیطان است در لباس خدا، و کار ملا پوشاندن لباس شیطان بر رحمان است و او رو به عنوان رحمان معرفی کردن که این ملاحظه میکنید این رحمانه، این اللهه، این اللهیست که در دنیا این همه خشونت و خرافه ایجاد کرده است. الله هم هست، هیچ کاریش نمیشه کرد، اما الله من و تو نیست. این الله همون شیطانی است که در واقع ملای مشرک او رو میپرسته. ما نباید به این دام بیفتیم. ما الله رو در حدیث و شأن نزول و تاریخ و بقیه مطالبی که از دهان ملا بیرون میاد و از مکتب ملا صادر میشه، ما اونها رو نمیپذیریم. ما ذکر الله رو انحصارا در قرآن پیدا میکنیم، ذکر اللهی رو میکنیم که کلام او در قرآن آمده، و ما اون کلام رو کلام الله میدانیم و از طریق این کلام به یاد خدا میفتیم. و ذکر الله ما مطالعه قرآنه. ما برای رسیدن به خدا در دریای قرآن شناور میشویم و به اون ترتیب به خدا میرسیم. ما از این دریای قرآن بیرون نمیاییم. ما به لجنزارهای شیطان وارد نمیشویم و در لجنزارهای شیطان به دنبال خدا نمیگردیم. ما در قرآن به دنبال خدا میگردیم، همون کتابی که ملا از اون وحشت داره، همون کتابی که 1500 سال پیش قرآن میگوید که من رو به زندان انداختند، همین ملاها در سوره فرقان میگوید قال رسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیامبر ما به ما میگوید که این قوم من این قرآن رو به زندان افکندند و دور از دسترس قرار دادند، همین ملا در زمان حضور و در زمان حیات جسمانی پیامبر. این موضوع رو بازیچه نگیرید، این موضوع رو جدی بدارید. از دریای قرآن بیرون نیایید، از حیطه قرآن خارج نشید. اگر دنبال خدای قرآن میگردید، خدای قرآن رو در قرآن جستجو کنید، نه در کلام من و دیگران، نه در تعبیر و تفسیر من، نه در کنار مکتبهای مشرکانهی که در کنار مکتب توحید بنا شده، نه در کنار مکتب هایی که برای پیامبر سنت مستقل قائل هستند، سنتی که با سنت خدا متفاوت است. یک سنتی پیامبر برای خودش داره، سنت الرسول یا سنت المحمد، در واقع اینها سنت رسول ندارن، هم سنت المحمد میگن بشن. باید هم همونو بگن. یک سنت الله، این دوتا هر دو با هم فرق میکنه، سنت های مستقلی هستند. یعنی شرک علنی، یک شریکی از عبد خدا شریک خدا می سازن. خدا او می گوید من عبد خدا هستم، خدا می گوید این عبد ماست، در قرآن عبد ماست، عبد خدا می گوید که این محمد عبد ماست، اینها می گویند که این محمد شریک خداست. در چه شریک هست؟ در سنت. یه سنتی خدا دارد، سنت خدا قرآن است. سنت محمد چیست؟
سنت محمد هم لابد کتاب حدیث بخاری و مجلسی است دیگه. ولی اگر سنت او هم سنت قرآن بود که یک سنت واحد بیشتر نمی بود، چه سنتی است که از قرآن جدا شده؟ به هر حال یادآوری خدا یک مطلب است به عنوان وسیله که ما خدا رو به یاد بیاریم. حالا وقتی خدا رو به یاد آوردیم باید چه کنیم؟ پس ما با دو مورد در اینجا در تجدید و تحلیل روبرو هستیم. یکی یادآوری خدا که مطمئن بشیم این چیزی رو که به یاد آوردیم خداست، خدایی که ما میخواییم، اشتباه نمی کنیم. این مرحله بسیار خطیری است. این رو اگر طی کردیم و از این مرحله گذشتیم، اون وقت در مرحله بعدی باید ببینیم این خدایی رو که پیداش کردیم اما از طریق کلامش و ذکر او رو گفتیم و به یاد او افتادیم، الان میخوایم با ذکر این خدا چه چیزی رو انجام بدهیم. یعنی اون وسیله بود، حالا میخوایم جستجو کنیم و هدف از این وسیله رو پیدا کنیم. دقایق کوتاه دیگری به تنفس می‌پردازیم، باز می‌گردیم با شما خواهیم.